سلام باشا چطوری؟ خوب هستی باشا؟ سلام چطوری؟ خوبی؟ سلام علیکم باشا چطور هستی؟ سلام خوب هستی؟ از نظر نوروز هشید بازی ها میشنسم آره چطوری؟ از شما چطوری؟ سلام چطوری؟ مرحبا اگه چطوری؟ مرحبا مرحبا کیف حالک بوتر شما شرختی تونستی خودتون بیارید اینجا والا حقیقتی نگه ما هیچ شرختی خودمون نمونیم اونا برا آوردن همین آقایون برا آوردن اول شما تو هم کجا بودی؟ آره با هم کم بودن خب شما شمال جنوب مثل که اشتباه که شما برا اون طرف تو آره من از اون چی شما که شما رو اجازه دادن که بریم تو میگم که ما رو اجازه ندادن بریم تو ما حقیقتا قضیه همون یکم فرق میکنه با دیگران شما میدونید که اون ایرانی ها که اونجا هستن اکثریتشون کرده عشیره هم اصلا فامیل هم اکثریتشون خب قضیهشون هم تا حدی با ما فرق میکنه خب بخاطر اینکه اینا التاش بودن ما هم التاش بودیم خب ولی قضیه اونا قضیه جنگ ایران و عراق از اون موقع توی عراق بودن 25 سال که اونجا آره ما 5 نفر در واقع قضیه اون اندکی فرق میکنه بخاطر اینکه ما زمان جنگ هممون کوچولو بودیم قضیه اون هیچ ربطی به جنگ نداره ما افراد سیاسی بودیم که بعد جنگ حالا به هر ترتیب شده مجبور شدیم اومدیم داخل عراق خب راه دیگه نبوده وارد عراق شدیم بعدم با کلی زندانی شدن و شکنجه شدن و کلی مزایای مختلف ما رو انداختن کجا چی شد داشتم تاش آوردن تو کجا ارتاش نه نه ما نه آورد ارتاش من پیش از اینکه بخوام این قضایا رو توضیح بدم آخه یه مقدار اختلافم بین قضایای ما هست یعنی هر کی کیس حال خاص خودشو داره مثلا اون دوستمون اسیر بوده خب در کجا اسیر جنگ ایران از اون زمان کجا موقع یعنی 17 4 2 ما بعد از 17 4 یعنی اپریل 4 اومد اینجا 2000 چند 2003 شما همه 2003 هستین بله اونم 2003 آره میدونم نه نه من داستانی رو پیش از اینکه ما به الکرامه یا نومنزلن برسیم داشتم تعریف میکردم خدمت دو که ما یه مجموعی هستیم یه مقدار از قضایی هم میگم به همگی شباهت نداره اما قضیه ای که ما در هممون درش مشترکیم این که ما هم از ارتاش اومدیم خب اما ما کرد نیستیم و واسه اون سازمانایی که اونها هستن نیستیم ما واسه سازمانایی دیگه هستیم خب بعد به همین خاطر همین حکومت اردنی که ما الان زیر پرچمشون هستیم چون اومدیم اینجا تشریف آوردیم اینها به زور نیروهای مسلحشون با یک برنامه‌ای که درست کردن اینا ما رو دعوت کردن داخل منطقه حدودشون میدونید که حکومت اردن مسئولیت قانونی اون طرف مرز رو قبول نمی‌کنه. اینا ما رو دعوت کردن به عنوان مهمون که بریم در دفتر مدیر مرزشون باشون صحبت کنیم ببینیم جریان چیه ظاهرا ما رفتیم اونجا بعد ما رو به زور گرفتن با آوردن انداختن اینجا نه فقط ما خوره داریم از داریم چه هاپرد یا اصل سال دوازده خب بعدا اومدین دم مرز اومدین دم مرز بعد اینکه شما میدونید امریکا به عراق هم میکرد خب شما نظام صدام مارچ 23 بله 2003 دقیقا خب یه مقدار شومه شد توی عراق ما هم به عنوان کسان ایرانیانی که به احتیاط فعالیت هایی بر ضد نظام جمهوری اسلامی داشتیم در اونجا گیر افتاده بودیم اما حکومت صدام حسین یک خصیصه مفید حداقل واسه ما داشت با وجود اینکه ما شکنجه کرده بود از آن دیده بودیم توی زندان ها آره ما هممون ما هر پنج سالمون هممون زندان های مختلف عراق رو دیدیم یعنی ما تحت فشار اطلاعات یا مخابرات نمیدن به عربی آره آره اطلاعات عراق بودیم ما شکنجه کردن ما مدرکشو داریم همه میدونن این قضایی چی خب به هر ترتیب حالا این نظامی که اینقدر قاسی بود اینقدر درنده بود و اینقدر مارشی کرده دادن حداقل یک نقطه مثبت داشت اون نقطه مثبت این بود که حداقل یک ضدیت با نظام ایران داشت با نظام جمهوری اسلامی داشت که حداقل از این نظام ما رو تحت پوشش قرار میده اما متاسفانه بعد از اینکه امریکا دخالت کرد توی چیه توی عراق و اون قضایا پیش اومد ما دیگه هیچ امنیتی هم از این بابت نداشتیم بعد بالاخص با توجه به اینکه نیروهای شیعه ای که مخالف صدام حسین بودن همه از ایران تقویت شدن و وارد عراق شدن و در صدر برنامه های وزارت اطلاعات ایران
مشخصاً کسانی بودن فعالین سیاسی ایرانی بودن که در راه بودن. خب ما هم به عنوان جزئی از اون فعالین که وحدتی بعد این در اون زمان کنار گرفته بودن از سیاست، ولی وحدتی اینها اون کینه اصلیشون رو نسبت ما داشته. بنابراین ما احساس می‌کردیم که اونجا امنیت نداریم. خب بنابراین وقتی که جنگ شروع شد در 17/4/2003 ما دست جمعی همین تیم پنج نفره پا شدیم و اومدیم به کجا؟ اومدیم به وارد اردن میشیم. خب وقتی که به چیز اردن اما حسن با شما بوده نبود؟ نه حسن اصلا داستانش جدا بود از با من خوشه که با شما نیستی اینقدر که یو دو دو شما میگی؟ ۲۰۰۳ ۲۰۰۳ از 2003 تا الان حدوداً 17-18 ماه میشه همین سازمان UNHCR و همه سازمان‌های دیگه یک سوال رو برای ما روشن نکردن و اون اینکه چرا ما اینجاییم. هنوز هیچ که نمیتونه این سوال جواب بده. بعد از روزی که ما اینجا رسیدیم یعنی کیس دارین همه چی دارین ما کیس داریم ما هممون هر پنج تامون پناهنده های ریکوگنایز خودشون میگن خب یعنی پناهنده های ثبت شده شناخته شده مصاحبه شده یعنی پرونده تکمیل شده در اونجا هستیم. خب یعنی همه اینا هیچ مشکل اداری و پرونده‌ای ندارن. خب یعنی از طرف یونشیار بعد ما در اونجا کارم تکمیل شده بود که به سفارت ارائه بدن، اما چون جنگ اتفاق افتاد این داستان اینجوری پیچیده شد. حالا به هر ترتیب الان تا همین لحظه که من با شما صحبت میکنم هیچ کس این سوال جواب نداده که آقا ما چرا اینجا. روزی که ما به اینجا رسیدیم 28/12/2003 در روز بعدش اینها در مطبوعاتشون یک بیانیه صادر کردن، یک خبر صادر کردن 29/12/2003 که بله ما 5 تن از اعضای مجاهدین 7 تن از اعضای اون موقع 7 نفر بودن که دارن بالاخره دیگه بودن یک دو نفر رو دارن ابعاد کردن یعنی نمیدونم چی شد یه نفر رفتن نه قبولی نگرفتن. حالا بعدا جریان اونها رو هم توضیح میدم که چه بود چطور بود. مجاهدین هیچ کدوم از مجاهدین واسه مجاهدین نبود ولی مطبوعات اینا نوشتن. مطبوعات اینها نوشتن از جانب با قول خودشون عربی میگن مصادر الامنیه، یعنی از جانب منابع امنیتی خودشون اعلام کردن که 7 مجاهد بودن. از همون روز ما اعتصاب و اعتراض رو شروع کردیم که آقا جون شمایی که میگین اینو اگه مدرک دارید دوستان بیارید. خب اگه و بعدا گذشته از این فرض میکنیم، فرض توی فلسفه بهش میگن فرض لامحال، فرضی که اصلا امکان نداره. خب ما فرض میکنیم که اصلا ما مجاهد بودیم. اوکی آقا جون ما چیزی برای منافع شما انجام دادیم، شما به چه حقی طبق کدام قوانین شما به خودتون اجازه میدید که 5 نفر و 6 نفر و 7 نفر رو به زور از خارج از مرزتون، اگر داخل مرز بود شما مسئول بودید در مورد این قضیه، اما وقتی که خارجه هم خب اگر خطری هم دارن خطری نسبت به منافع شما نداره. خب این سوال تا حالا هیچ جواب نداده. تا حالا ما فکر میکنیم هنوز هم اقدامون برای اینه که ظرف یک سال خورده ای کیس ما استاپ خورده، متوقف شده به این دلیل که دولت اردن یک برنامه هایی رو برای ما تدارک دیده. این برنامه خیلی مشهور و واضح بود، یعنی حدس میزنیم ولی مدارکمون مستند داریم، بخاطر اینکه بعد از اینکه ما رو آوردن اینجا دو ماه بعدش شاه این مملکت در رسانه ها اعلام کرد که من تلاش میکنم که نقش واسطه رو بازی کنم بین دولت امریکا و دولت جمهوری اسلامی. ما رو یه سرخه به پیش پیش. بله دقیقاً. و در ضمن این قضايا ما چند تنی از مجاهدین خلق داریم که میتونیم اینو در صورت لزوم با افراد القاعده که در ایران هستن واسطه کنیم. از نظر من قبول شدیم. از نظر من خودم حقوقدان بودم در ایران، وکیل بودم، این قضايا رو میدونم. از نظر حقوق کاملا واضحه. خب حالا این خوشبختانه این جنایت صورت نگرفته. اما اگر این جنایت صورت نگرفته نه به دلیل فعالیت سازمان های حقوق بشر امنستی اینترنشنال و دیگر و دیگر و دیگر بوده، بلکه این به خاطر این بود که من نمیدونم شاید باید ما تشکر کنیم از حکومت جمهوری اسلامی که قبول نکرد که با اینها چیز کنه، با اینها معامله کنه، نمیدونم واقعا باید تشکر کرد نمیدونم. اینها کجا بودن؟ سازمان های حقوق بشر، UNHCR، بزرگتر از اینا، همه این سازمان هایی که دم از حقوق بشر میزنن کجا بودن ظرف این یک سال هفت ماه که ببینن بر سر ما چه اومد. و جالبتر از همه این که وقتی که ما 7 نفر بودیم اینجا 6 نفر از اعضایی که اینها با قول خودشون میگن که مکافحت الارهاب به عربی یعنی آنتی تروریست ایجنت
یعنی مسئولان ضد تروریسمشون ها، 6 نفرشون ها که جوانای بسیار زبردستی بودن، اومده بودن یه چادر راهش زده بودن بغل دست چادر ما. خب در زیر همین پرچم اینترنشنال پروتکشن، در زیر پرچم سازمان ملل متحد، خب در کمپ ملل متحد که این اصلا خلاف همه قوانین بین‌المللیه. چه دو تا کمپ ها؟ یه کمپ مال خود وزارت کشوره که مال پر هاشمیه چریتی اورگانایزیشنه، یکی مال یونیسیه، اونی که مال اونا خودشون بود مثل این که یه مال سومالی و فلسطینی و فلسطینی ها رو چیزی ها شد. شما ببینید بیشتر افرادی که اینجا هستن 159 نفرشون فقط فلسطینی هست، فلسطینی هایی که خودشون راه ندادن به کشور خودشون، نه به خاطر شما هاست که اون آره این افراد رو آوردن. تازه در اردن هم که خودتون میدونیم برای فلسطینی ها یک سازمان پناهندگان هستش که فقط مسائل فلسطینی ها رو قبول میکنه. و الان من نمیدونم برای فکر نمی کنم برای شما 5 نفر یا 6 نفر از مقاماتشون رو بیارم به خاطر شما 5-6 نفر. من فکر کنم بیشتر این افراد روی این 159 نفر فلسطینی که از عراق داشتن همکاری میکردن با رژیم قبلی عراق به خاطر اون چیزا اومد. این بحث کاملا مشخصه و حتی تونستیم ثابت کنیم و تونستیم مدارکای از خود این افراد به دست بیاریم، تعریب ایمان بیدیم که اینا مخصوص فقط به خاطر ما. پنج نفر شما اومدیم؟ ما اون موقع پنج نفر هم بودیم، اون موقع دوازده نفر بودیم. یعنی پنج تا آقا حسن و که اونجا هم و بعد راحت که اونجا هم اینجا دوازده نفر بودیم که یک اکیپ بودیم. چی شدن بقیه؟ الان کجا رفتن؟ الان تعدادی رفتن، دو نفر رفت انگلترا. فرار کردن یا راحت از فرید اینا که قبلا مقیم آمریکا بودن، مقیم آمریکا و انگلیس بودن، رفتن انگلیس و دو تا رفتن عراق، اینا مجاهدی بودن، پنج بودن از مجاهدی و راحت الان تو کرامه، آقا حسن تو کرامه راحت کدوم که بود؟ راحت یک اندرسیه که قبلا اینجا بود با ما بود. و الان مهم خلاصه مطلب اینه که ما الان پنجتا موندیم اینجا. خب بدون تدبیر شما طبق گفته خودتون اومدیم بلکه بتونیم موافقت دولت رو اردن به دست بیاریم برای دخول اکراد به اینجا و قادسیه و قادسیه به اینجا. ولی مسئله مهم ما ما که اونجا هستیم چه تدبیر میشه؟ یعنی از اونجا به بعد شما چه میتونیم چه کاری میتونیم برای ما بکنیم؟ مدت یک سال دیگه موندیم اینجا. مصاحبه داشتیم با همه؟ مصاحبه هم داشتیم با همه، مصاحبه هم تکمیل شده و هیچ کسی از ما هیچ سوالی نمی کنه. حتی تو به نزدیک مرگ هم رسید، یعنی اعتصاب خوش کرد، خب هیچ کی نیومد اینجا جواب بده و بعدا در نهایت همه اینها تنها جواب یونسیا چه بود؟ این بود که آقا ما باید فرماندهی شما رو تکمیل کنیم. خب بفرمایید تکمیل کنید آقای ایکس، لطفاً بفرمایید اسم پدر شما چیه؟ اسم مادر چیه؟ ایشان گرفتش؟ الان من هنوز نرسیدم. ایشان که نه لب دوختی نه هیچی. خب ما میدهیسیم شما بس شما چیه دیشون؟ تو این مدت من دوباره تکرار کنم از چند ماه گذشته که اینجا هست؟ از این 5-6 ماهی که گذشت، یعنی قبل از 2 سال نیم که ما حساب اومدیم تو این منطقه درسته. چه تو بر چه اینجا؟ چه تو این کمپ؟ کمپ راشد کمپ روشه علال حساب حدود 5-6 ماهه که یونه تقریبا یه تکونی داره میده. ما قبلش پرونده های این جماعت از جمله خود من رو از این برای میذاشت و اون برای میذاشت و از اون برای اون برای میذاشت و توی کشو نهایتا کار نمیکرد. ولی نهایتا بعد از چندین و چند بار مصاحبه در صورت که تمام این جماعت که اینجا هستیم از عراق قبولی یونسیا رو ما داریم، همه تو همه رو قبولی داریم از جمله خود من. ولی با این حال اینجا بارها ما رو مصاحبه کردن تا بالاخره نهایتا پرونده من رو دادن کشور استرالیا تو اینجا و من قبولی کشور استرالیا رو دارم که حالا قرار شده تو این برج ما انتقال داشته باشیم، انتقال هم بدن به کشور استرالیا. بعدا ما تو مصاحبه کردن پرونده افراد دیگر هم مصاحبه کردن. شما خود استرالیا اومدید که با شما مصاحبه کردن؟ نه، من رو دقیقا پرونده من و خود یو ان
مصاحبه کرد، مدارکی که داشتم بهش. مثلا کی مصاحبه کرد، کی بودش؟ مصاحبه مهاجر نه، خانم آلیسون بود. خانم هاجر بود، خانم حنان بود. اینا باید مصاحبه کردن. اینا چندین دوره مختلف مصاحبه کردن. خب بعد از این مصاحبه گفتم پرونده شما تکمیل شده، صبر کنید تا جواب بیاد. چند طول کشید؟ از برج ده پارسال یعنی 2004 تا 15/2/2005 15/2/2005 طول کشید که اومدن به من گفتن چهار ماه خورده ای؟ بله، شما قبولی کشور استرالیا واسط اومدی، یعنی مباشرن مباشرن که بعد از این قبولی هم رفتیم تست پزشکی و جوشد، یعنی مصاحبه به خود سفاره هم نداشتم، مباشرن قبول دیم. یعنی این ریلی که سیروس که الان رفتی برای محافظت استرالیا گرفته، این ریل همه ما رفتیم. شما هم سه تا مصاحبه داشتیم، مصاحبه بعد از مصاحبه. همه یعنی فوق سه تا نه، فوق میگم به ده مرتبه تا الان ما مصاحبه کردیم. باش. یعنی این ریل که الان واسطه در طریقه که موافقت رو سر رایی شده، همه ما چهارتا پنجتا با هم انجام دادیم. فقط خلال یک سال و نیم، یعنی الان دو سال و نیم، بعد مدتی که با تو مخیر میگذره، یک نفر قبولی بردن کنم سیدی، یعنی هنوز ما چهارتا بدون تکلیف بلا تکلیف نمیدیم. باش. یعنی دکتر من اضافه کنم این مسابقه که میکنن مسابقه که دارن انجام میدن ما تا حالا چند سری به ما گفتن پرونده هاتون از نظر حقوقی و از نظر امنیتی همه این مسابقه که کردیم تا آخر تموم شد، یعنی شما هیچ مسابقه دیگه احتیاج ندارید الا اینکه ما پرونده های شما رو بدیم به سفارت ها که قبول کنن یا قبول کنن، ولی ما هر سری میبینیم اینا تو کارشون وقفه است یا مثلا نمیخوان تاخیر کردن نمیخوان کار انجام بدن، میگیم چی شد آقا ما پرونده هامون تکمیل نیست، پرونده رو چرا نمیدیم به سفارت، چی شد ما رو چرا نمیبریم انتقال این کشور سوم، برمیگردن میگن نه یه ریز کاریایی بوده که باید یه مسابقه بکنین ان شاءالله آخرین مسابقتون باشه ما دیگه بعد و این سلسله مراتب تا حالا هی شده و هی هر بار تکرار شده. یکی از دلایلی که من که اعتصاب قضا کرده بودم می‌خواستم این بود که بعد از این همه مسابقه بعد از اینکه ما توی عراق قبولی گرفتیم رفتن از یونیسیا این مسابقه برای چیه؟ حالا این مسابقه انجام شده خب نتیجه چیه؟ نتیجه شو به ما بگید یا ما پناهندیم یا پناهندی نیستیم و اونا هر سری به خاطر اینکه ما یه نقطه ضعفی داریم اینه که اگه ما به اونا بگیم آقا ما دیگه مسابقه نمی کنیم همین رو علمش میکنن دیگه خب آخرین مسابقه رو نکردیم، ما هر سری یه مسابقه رو میکنیم و متاسفانه بعد از هر مسابقه شیش ماه اینا میتونن با ما بازی کنن بگن آره ما داریم عمان داریم جنب داره بررسی میشه آخرین مسابقه و دوباره بعد 6 ماه میان میگن آره این مسابقه دیگه هم هست. خب من درسته شما میرم باهاشون صحبت میکنم قرشه اینکه برین صحبت رو هم درباره شما ها هم درباره اونه که توی الکرانی هستن یعنی از شما گرفتون یعنی دازیه ما تا الان شکل میتونیم باشون صحبت کنیم و بابا اینا حتی جنم بخواهیم